جای من مرزیم، خوش اومدی. چطوری؟ چیه؟ خیلی خوش اومدی. چطوری؟ خب به جمالی می نخته. هیچ خبری نیست. چه خبره؟ هیچ خبری نیست. طبق معمول هیچ خبری خاصی نیست. خیلی خبره. همه چی امن و امان است. امروز قراره که چی کار کنیم؟ هیچ کاری نیست بکنیم. قراره بریم بازی کنیم. کال آف دیوتی. نه. یه چیز قرار اصلا دیگه سوال بکنیم. من چهار تا کارو میگم. چند تا؟ چهار تا. کاری که اینجا نوشتم امیر باید حس بزنه که کدومش واقعیه و کدوم ها دروغه. خیلی سوال مسخره. نخه. خیلی سوالات مسخره. نخه. اصلا تو که هنوز نشینی. نه ایده میگم مسخره است. مسخره. گوش بده بیا. بریم. کجا بریم؟ بریم که من بگم. بریم. من بچه بودم تو مدرسه بالا آوردم رو دوستم. خب. یکیش اینه. من بچه بودم تو کلاس سرنگ کردم تو دست خودم. خب من تا حالا بیشتر از 2000 نفر از تو پیجت بلاک کردم. خب قدر همینه. خب من تا حالا 3 بار بچه های فامیل و گوشمالی بد دادم وقتی در چه حدی؟ در چه حدی؟ مثلا اینه که دیدی وقتی خیلی که مهمون زیاده همشون با هم شروق میکنن و اینا بالاخره میری یه گوشمالی بدی دیگه، مثلا در حد یه بشکونه ریزی اینا. خب بعد میگم کدوم اینا درسته. آره فکر میکنی کدوم درسته؟ این که تو خیلی تو پیج من بلاک کردی. خیلی ولی 2000 نفر نبوده، 2K نریخته. خب تو سوزن تو مدرسه کردی تو دستت. نه یکی از دوستام خب مثلا دو بار که دوست پسر داشت یه کاری کرد. آقا اینا با حد سوزه. یه کاری کردم که با دوست پسرش به هم بزنه، یه دعوایی بینشون بیفته کات کنن اینا. یکیش اینه که من تا حالا یک بار از مهمونمون خوشم نمی اومد، بعد رفتم ماشینشون رو پنچر کردم، عقلم نمیرسید، بدتر اونا شب خودم رو موندن. قطعا همین بوده. خب جایی که عقلت نمیرسیده قطعا همون بوده. نه بایست دو تا دیگه مونده. من توی مدرسه موهای دوستم رو از پشت که اینجوری از زیر مقنعه میزنه بیرون قیچی کردم. خب نه جیگر این کارا رو نداشتی. من یه بار اسکول بوده. من یه بار یکی از لوازم فامیلامونو از توی کشوش یواشکی دزدیدم. خب شد لوازم یکی رو دزدیدی. آره. مال دزدی نیستی. خب اصلا در حد این حرفا نیستی. اسم دزد میاد تو سولاخوش قایم میشه. این که هیچی. این قطعا دونم نیست. نه گفتی کار کردی دوستا. موهای دوستم و از پشت قیچی کردم. خب. لاستیک ماشین مهمونمونو پنچر کردم. همینه. لاستیک ماشین. آره. شب باور نشه دوزیدی درست بود واقعی. الان نشون به اون نشون که مطمئن هم به خودش بگم هم میفهمه. من لاک قرمز دخترم و بچه بودم از توی کشش دوزیدم. دوزده کسی میگم یه وسیله هم کم میشه، یکی در میون هیچ کنون وسیله هم نیست. نه میگم که شما قفتار کنم. تا الان یه دونه درست گفتی. دوزده خیانت یه دونه درست گفتی. یه دونه از چند تا؟ یه دونه از 5 تا دزد خیانت. خب من همه وسیله هم گم میشه. امیر بس کن گوش بده. من دوران دانشجویی خب یه بار عکس و فیلم های یه مراسم ازدواج و تازه عکاسی فیلم برداری یاد گرفت دادم به باد دادم. یعنی هنوز هم این کار میکنم. نه ببین من اصلا الان
از عروسی یا فیلم عکس نمیگیرم. نه ولی خب مشتری دیگه اون اگر من نبودم به فنا داده بودی تو. نه اصلا نیست. فقط فیلم میگیره. هیچ کار دیگه ای نمیکنه. گوش بده. یه بار عکس فیلم یه مراسم ازدواجی به باد دادم. من یه بار پلیس دستگیرم کرد. سر چیشو نمیگم. هیچ اینکه هیچ مورد. من یه بار مامور میبینه اینجوری میشه. دستگیرم کرد. خب جنگ خفن. جیسون. شاید اون درست باشه. از کجا من؟ آره. من گوش بده. یه بار دوستمو به مامانش فروختم، یعنی با مامانه دستگیری کردم و اینا. بعد همیشه به اینا ما میگیم در جهان صنعتگرم. گوش بده، یه بار هم نوشتم که من وسایل دوستمو توی باغچه خونهشون سر شوخی بازی و اینا قایم میکردم که پیدا نکنه. بعد یادم میرم خودم، یعنی اون صفت قایم بر نمیداشتم، قایم میکردم. یعنی اون صفت خیلی زشت دزدی تو کنار نذاشته بودی. نه دزد کسی. خب بگو. گفتی پلیس دستگیرم کرده یه بار. من دوستم و به مامانش فروختم. قطعا همینه. بعد عکس و فیلم و اینا. نه مام دوستت هم مامانش فروختی. خب بریم. بریم. خلصه زر میزنه، زر میزنه. یا فیلم و عکس نه فیلم و عکس درسته میدونم چون اینقدر اسکول هست که یا این باشه یا اون باشه، ولی مهم اینه که تو اشتباه گفتی یا فیلم و عکس بود. از پنج اول درست زدم و اول چون به شخصیت اینجوری که میشناسم میدونم. خب الان از پنج تا یه دونه، از پنج تا یه دونه بریم بعدی. محالتون میتونی تشخیص بدی. یه بار دیگه، من یه بار دو تا پیتزا رو یه جا خوردم. تو؟ yes. من یه بار گوش بده، من یه بار از هایپرمارکت یه دوزی ریز کردم. چی مثلا؟ یه چیز کوچولو برداشتم. بعد ببینم چی بوده. شکلاتی چیزی مثلا. نه این مال این حرفا نیست. خب پولشو میده خودش به خودش شک داره. من یه بار به جای خواهرم رفتم سر جلسه امتحانش. خب این درسته. بهش چیزم. بعد نه نمیتونی، چون این نمیتونه اتفاق بیفته. نه چرا؟ چون خواهد کرده ربطی نداره. بچه بودیم خیلی شبیه هم بودیم. نه در از نظر سایزی خیلی فرق داشتی. سایزی هم یکی بودیم. هنوزم سایزی فرق داری. اینقدر فرق داره. خب من یکی رو تا سر حد مرگ کتک زدم. مرگ افلاکی کرده. آخه نصرت نگه میارم روزایی که نیازم باشه. ببینیم چه خبیثیه، چه آدم جنایتکاریه، چه خون آشامیه. خب یکی در حد از مد من کتک زدی. نه به جای خواهرم رفتم سر جلسه. من یه بار از هایپر دوزی کردم، یه بار دو تا بیزار خوردم. به جای خواهر رفتی سر جلسه. دروغه. خیلی توی این بازی خوشحالم به خاطر اینکه امکان خوردم خیلی بالاتر. خیلی من یه بار واقعا دو تا پیتزا رو خوردم. یه بار دو تا پیتزا رو خوردم. تو یه بار دو تا پیتزا رو خورد کی؟ خدا خوردم. من یه دوره ای تو نوجوانیم خیلی غذا میخوردم، برای همین خیلی شاق شده بودم. اونجا یه بوده. آره آره قشنگ خیلی شاق بودم. یه بار خوردم گوشتم بوده خوردم. حتی تصورش نمیتونم بکنم. تنها کسی که یادم میاد چی کاری کرده بود الان یه موجود عجیب الجثه‌ایه. جونم کوفت بشه بخورم. yes. خب بریم الان از پنجتا یه دونه کلن جواب بدم. یه دونه. آره ما واسه ببین نیستی در عدم به جد. یه بار گوش بده، بچه بودم بدون اجازه مامانم طلامو به دوستم فروختم. طلایی مثلا چند سالگی؟ خب راهنمایی بودم. خب بعدی یه بار زیرا به یکی و سر کار زنم باعث شد که اخراج بشه. خب فقط زیرا به تو میزنن. یه بار گوشی دوستم و یواشکی پیاماشو خوندم سر یه موضوعی. نفهمید، هیچ وقت نفهمید. چقدر جاسوس و بلاک میکنه یا جاسوسی میکنه. من به نیرنگ تو تختشی لنگ لنگ. یه بار غذای سه تا از دوستم و سر لجبازی ریختم توی سطل آشغال. خب یه ذره مرور با هم میکنیم. غذا ریختی سطل آشغال، سه تا از دوستم غذاشون رو ریختم. یه بار گوشی دوستم و یواشکی پیاماشو خوندم. یه بار زیرا به یکی و سر کار زدم باعث شد اخراج بشه. یه بار بدون اجازه از مامانم طلای خودم فروختم به یکی از دوستام. همین اولیه. اولیه غلطه.
آخری درست بود که من یه بار با دوستام اکیپی دعوام شده بود، هرسم گرفت قضا همش رو ریختم تو آشغالی تو بوف قبل اینکه بیام. واقعا به جای مرزی از همه دوستاش مذارت کنم. نه بچگی دانش جود وجود یه همچین آدمی توی جمع باعث آبروریزی من از همه مذارت میخوام، مذارت خواهی میکنم از اون دوستای مظلوم و گناهش. واقعا من مذارت میخوام، من شرمندم. از پنجتا یکیشو گفت. یس نوبت منه. خب رسیدیم به دفترچه اسرار. محاله بتونه تشخیص بده. چرا؟ من خیلی بهتر از همین تشخیص میدم، چون کم شناخت بیشتری دارم اصولا نسبت بهش، هم خیلی از خاطراتش برای من تعریف کرده. بریم که داشته باشیم. من صاف صاف بگو. خب من یک بچه بودم، زدن دماغ دوستامو شکوندم. چه بودی زدی دماغ دوستاتو شکوندی؟ خب به بچگی با ماشین بابام رفتم تو دیوار. خب بچگی بودم با دوستم ماشین همسایه رو بدون اجازه روشن کردیم رفتیم تو خیابون. خب یادم رفت که بخونم. یادم رفت بدون رفتم مغازه دزدی کردم. بچه بودم توی مغازه چیز کوچیک رو دزدی کردم. خب یه چیز کوچیک دزدی کردی با ماشین بابام رفتم تو دیوار. ماشین همسایه رو دیرزا شوشن کردیم رفتیم با دوستم تو خیابون. ماشین همسایه ماشین خود یارو بوده، یعنی ماشین مامانش بوده. yes. یعنی میگی که با دوستم ماشین رو برداشتیم رفتیم ماشین همسایه یه نفر دیگر رو ماشین یه نفر دیگر رو با دوستم برداشتیم. با علی شیرشایی ارادت دارم علی جون برداشتیم رفتیم خیابون. ماشین باباتو کوبیدی به دیوار؟ دماغی که تو بچگی شکوندم. نه من فکر میکنم دماغ یکی تو بچه گیشه کندی. اشتباه کدوم ما علی ماشین یکی رو برداشت میدونی اجازه روشن کردیم رفتی تو خیابون. ایوا یه بار برای تعریف کرده بود که دوستش مثلا مامانش ماشین مامانه رو برداشتن رفتن، اینو شنیده بودم ولی خواستم اونو بگم. خیلی خوب بریم بعدی. باخت نزدیک میشه. من فقط یک شانس برای بردن دارم، فقط یک، ولی اون انقدر قویه که قطعا میبرم. محاله محاله. برو. دو، من تو 14 سالگیم فیلم ساختم. خب نخندون منو داره منم میخندونه ازم بگوشه خیلی آدم خیلی خیلی برو. من آکواریوم دوستم رو برگردوندم رو خونم، رو خودم تو خونشون. یه آکواریوم خیلی بزرگ بود. خب من تو چهارشنبه سوری با نارنجک زیر پای مامانم و دوست مامانم نارنجک ترکوندم. خب من و یکی از دوستای خیلی صمیمیم یواشکی از پشت بوم پای خونه رد شدیم و وارد یک پاسگاه شدیم. از دیوارش رفتیم تو. وای میدونی چی کار کرده؟ چیزی که تو اینا نوشته؟ ببین یه سری خاطراتی که من شنیدم و خب عوض بدله خیلی حرفه‌ای کرده، ولی خب یه بار دیگه میگی که من فقط سیتر بار 14 سالگی این فیلم ساختم، آکواریوم برگردوندم، نارنجک زدم و 14 سالگیش فیلم ساخته. اشتباهه بابا، ساختی دیگه. من تو 16 سالگی فیلم ساختم. من به بچه که بودم یه آکواریوم 2 متری رو برگردوندم رو خودم و شانس رو یادم که زنده موندم. چه خونه دوستم خیلی ماهی های خیلی خوشگلی توپولیتش به گولد فیش بوده اگه شمیشنم اصلا اشتباه نگم. بعد این دوستاشم انگشتم میکنم تو آب، بعد این خیلی بلند بود پایش، رفتم برای لبه آکواریومه گرفتم آکواریومه برگشت به باد دادی ماهی، کل خونه رو به باد دادم چون خیلی آب توش سیاه. دقت کردی حواس اصلا توجه به خونه نمی کنم، ماهی رو به باد دادی خونه اصلا ماهی نیست. رد ارتباط کردی بازستان دیگه نهیدمش. 100% معلومه. تو از 5 تا هیچی لعنت بهت. بریم بعدی. من تا الان فسنجون نخوردم. من تا خب این که غلطه، خورده نخورده در حده یکی دو قاشق خورده. خب من با دوچرخه روی کوه میام پایین. خب این ممکنه درست باشه. خب من 6 سال بدون گواهینامه رانندگی کردم. 6 سال بدون گواهینامه. 6 سال بدون گواهینامه هم شک دارم روش. خب من توی ساختمون مزروکه خب یه کاری کردم دوستم از ترس قش کرد. ترسوندن قشنگ ازش برمیاد. تکرار میکنم
با تالو فسنجون نخوردم. این که اصلا نیست. با دوچرخه روی کوه اومدم پایین. این خیلی چیزه. من 6 سال بدون گواهی اینو رانندگی کردم و اینکه توی ساختمون مجبور کی دوستام ترسوندم. بعد ببین یکیش درسته دیگه. آره دیگه 6 تاش درسته. با دوچرخه از کوه اومده پایین. اشتباهه. من از کوه نیومدم پایین، یک کوچیک گنو فرضیه اومدم پایین، مثلا در حد مثلا میتونم بگم 200 متر اومدم پایین. رو کوه چرخ می پایین. امیر تو به من گفته بودی میاد پس خالی بسته بوده خیلی. خاطرات خالی بندی رو برای من تعریف کرده بوده. از کوه اومدم پایین، میگفتم میرفتیم کوه یه جای کوه از اوناست که مثلا سری میتونه اون چیزایی که گفته رو ماستمالی کنه. تا از 5 تا حالا 3 تا دو تا مونده ولی باز شانس بود که رفتم توی ساختمون متروک یه جت بردمش نشونش دادم اون ساختمون هنوزم ساخته نشده دم پارک جنت. بعد من قدیمی گفتم ساختمون جنیه. بعد من یکی از چند تا دوستام رفتیم توی ساختمون، بچه‌ها رفتن طبقه بالا، ما طبقه دوم موندیم. رفتیم توی اتاق پشتی نیمه ساز بود، یه کاری کردم قش کرد، واقعا قش کرد و من ترس فرار کردم. بدبخت بیچاره. ببین دوستاش از اونایی بودن که از دستش آسی بودن. 5 تا هیچ. قشنگ خودش جدای یه برنامه از کاری که با دوستاش کرده. ببین به فکر این باشه قراره یه مجازات. ساکت شو، دو تا مونده، دو تا مونده. شاید بشه درست بگم. با یه کش کبابش کنم. یه کش آوردم و اون کش رو خب روی دستش تا ساعد میارم بالا با تمام قدرتشم. بعد نه خودش برو مجزه خودش مجزه کشه آتشین برو بعدی امی. من سیستم کامپیوتر دفتر بابامو سوزوندم. خب تو بازی فوتبال با شوت زدم دماغ یکی شکوندم. خب دستشو ببخشید. به خدا همه اینا ازش برمیاد. اصلا نمیدونم من درسته. آدم مظلومو کنم. آره خب من خواهرم رو جوری ترسوندم قش کرد. این هم خزت بند. ببین نامردی نوشته بازیه. یعنی از این هست که میتونی بگی چهارتاش درسته. خب من یه بار وسیلم یه جور گذاشته بودم و دیگه نمیتونستم به اون صاحب ملک دسترسی داشته باشم. خب بدون اینکه بدون قفلش شیکوندم رفتم توی یواشکی اون وسیله رو برداشتم. خب چرا نمیتونستی بهش بگی؟ خب نمیتونستم بهش دسترسی نداشتم. به آدم دست رسی نداشتم. من اون وصله همون میخواستم. هیچ وقت هم نفهمید یا فهمید؟ نمیدونم آقا بگید من رو نفهمید. میفهمید که به رزیش نبودم. خب کدومش سیستمی دفتر بابا ما سوزوندم. تو بازی فوتبال زد شد که هم دست یکی شکست. من خواهرم وجود ترسوندم قش کرده. من قفل یه جا رو بدون اجازه شکوندم. خواهرت من توی مدرسه یه جوری توپو شوت کردم که دوستم که داشت توپو دست میگرفت دستش برگشت و شکست. ببین یعنی تو این چیزایی که گفته خبیث ترینش باید بگی که خب این بوده. من دارم یه دل رحمی چیز میکنم. آقا واقعیت رو دارم میگم. من مثلا تو گزینه‌ای که داشتم من مامانم وجود دوری ترسوندم قش کرد. تو باید میدونستی من خواهرم قش نگرد. گفتم شاید یه بارم با محسا این کار کردی. چه میدونم از 5 تا هیچی. بریم بابا بریم بعدی. آخرین سال آخرین سال مساوی بشیم چیه قضیه؟ کل سنات اینجا این رو بگه مساوی میشیم، این رو نگه مرده. تموم کارش نگه. بابا اصلا خیلی اعصابم خورد شده ها. خیلی ما تو اسباب کشی یکی از دوستان یادم رفته که به من سپرده بود سری وسیله‌ها رو که اینا رفتن. بعد رفتنشون من با خاور هماهنگ شدم و یک دونه از مبلاش رو فراموش کردم گوشه خیابون موند و برگشتیم نبود، چون یادمون نبود تا جمع جور کنیم برده بود. خب من یه بار در روی کلاسمون از جا کندم تو مدرسه. از جا کندم. کندی در رو کلا کنده شد. اصلا زورت نمیرسیده که. حالا اتفاقی افتاد که کنده شد. حالا من که جا نکندم با یه حرکتی جا کنده شد افتاد. خب من یه بار علکی از طرف مدیر اصلا اومدم سر کلاس گفتم مدیر گفت تعطیل همت برن بازسازی داریم تو مدرسه و همه کلاس رفتیم کار داشتم این کار کردم. اینم ازش برمیاد. خب من یه بار یکی از دوستامو به خاطر این که بترسونمش تو قش اون سال قش بیابونم تو بیابون تنها جاش گذاشتم و یواشکی برگشتم و اون سکته کرد ترسون. پرویز همین بوده آخری.
اشتباهه. همین پرویز بود دیگه، پرویز خودش موند، من جاش نذاشتم، با یه گروهی رفته بود در ستارگان. نه نه ببین، تو خاطراتو با عجله داری جایگزین میکنی. پرویز دوستمون با یکی از دسته فیلم برداری رفته تو قش، خودش جا موند. اصلا من اونجا نبودم، من اصلا اونجا نبودم و تو بیابون جا مونده بود. خب من اصلا تو اون دسته نبودم. خیلی ببین، و جواب صحیح خاطرات دست برده که من دقیق نتونم حدس بزنم. من واقعا رفتم به کلاس گفتم که در تیره رفتیم بردم مثل همیشه. میشه مجازات عوض کنی جانم؟ یه سوالی ازت بپرسم؟ خواهش میکنم مجازات عوض کن. قبل از اینکه بخوام مجازات کنم یه سوال واقعا ازت دارم. این حجم از خنگی و این حجم از اینکه سری میتونه به بازی رو از کجا آوردی؟ به خاطر اینه که من خبیثانه سوالا رو طرح نکردم که 4 تا سوال درست و یعنی 4 تا مورد درست رو نوشته، بعد توش یکیشو که درست تره رو انتخاب که بقیه رو میگن ساعت فلان نکردم، فلان ساعت کردم. این داری این چیز میکنی؟ کشه آتشین. وای مجازات کشه آتشین. ببین سری تماماش کن بره بیا. سه بار دستتو بیا. یه بار. سه بار من دستو میارم. سفت بگیر دستو. نه. سفت بگیر، مگر من میکشمش. سفت بگیر دست پایین. سفت بگیر، مگر نه میکشم میزنم تو صورته. سفت بگیر، بیا پایین دستو. بیا پایین اون دستشو بگیرم. بگیر. شکر میارم. نه یا شوکر. شوکر بابا شوکر. آره واقعا شوکر. نه شوکر بابا تو رو خود این خیلی درد داره. شوکر شوکره نگران کننده. برمیگردم براتون. شوکر میارم. شوکر مهربان، این یک عدد دستگاه شوکر. اما شوکر لعنتی هست که تو برنامه قبلی ترکید دستم. من به خاطر اینکه اینجا من مهربونی کردم و یه کاری کردم که بهش رحم کردم که کبودش نکنم، یک مقدار مجازات سخت‌تر میکنم. چند بار باید کنی دستتو یه مقدار خیس بشه. نه های درست خیس کن دستتو بشه. و بعد با یک ضربه، اگر با یک ضربه شکر رو نزنی دو بار باید اون شکر رو بزنی. با یه ضربه بده تقدیم با عشق. شکر نگران کنن. درست بگیر دست یک بار تا سه میشوارم. با هم بچه ها 3 2 1 نه نه گفتم میشه دوبار. تو رو خدا گفتم درست بگیر میشه دوبار. جان مرزی یه بار گفتم اگر یه بار نزنی میشه دوبار. باشه بیا. باید نه خیر اینجوری نباید بگیری، باید اینجوری بگیری دسته تا یه دست باید بگیری که بزنه اون دستتو باید بزنی کنار با اون دکمه اون برشه. من رو خر نکن بفرد. نه به خدا اینه امیر لعنت بهت. ما منتظریم، همچنان منتظر شوک برقیه. نمیتونم به خدا اینا رو ترابه میکنم. کچه بغلش رو داریم چنارش کار میکنه این برقیه. آره بابا الان فعاله. الان هاکون ساکت دیره. زود باش، مردم نباید بیشتر از این علافه یه شکر. واقعا دوستتون دارم، ممنونم که ما رو دنبال میکنید. هر روز سعی میکنم موزیکای سنگین‌تری رو بیارم. رفتم یه بسته مجازاتی جدید خریدم که از برنامه‌های بعدی اونا رو نمایی میکنم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید، ممنونم که ما رو دنبال میکنید. ما خیلی دوستتون داریم. هیچ وقت یادتون نره ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و اون لایک قشنگ رو بزنید. میدونم که سابسکرایب رو میکنید، اصلا نیاز به گفتن نیست. دوستتون داریم کلی.